از دوشنبه چهارم اسفند بلوچستان ایران عزادار است. دوشنبه صف طولانی سوختبران دو طرف مرز سراوان منتظر بودند که مرز باز بشه برن به کاسبیشون برسن. سوختبران هزاران نفر پاسداران مرزی که اسمشون رو گذاشتن مرساد مال سپاهن تیراندازی میکنن. فرمانده هاشون اینان، اینایی که کشتند سوختبران رو، سرتیپ پاسدار محمد ملاشاهی فرمانده هنگ مرزی سراوان، سرهنگ داریوش سرگلزایی فرمانده نیروی انتظامی سراوان و سرهنگ پاسدار احمد مالدار فرمانده سپاه سراوان. هیچ کس نمیدونه هنوز چند نفر همون دوشنبه کشته شدن. از 10 نفر تا بیش از 40 نفر آمار داده میشه در همون دوشنبه. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان یک روز بعدش اومد واکنش، اولین کسی بود واکنش مثلا نشون داد به این رویداد، به این جنایت. میگوید 2 نفر کشته شدن و 6 نفر زخمی. میگه ماموران مرزی پاکستان تیراندازی کردند. گیرم این باشه، پاکستان تیراندازی؟ چرا یقه پاکستان رو نگرفتیم؟ چون دروغ میگی. و چجوری میشه دروغ بگین آخه که وقتی خودتون میزنین یک کشور دیگه دولت جدایی دارد، روابطی مثلا دارین با اون دولت، با اون کشور، نسبت میدین به اونا. اولین واکنش بعد از 24 ساعت، بیش از 24 ساعت که این اتفاق میفته، ایده‌ای کشته میشن، سکوت مطلق رسانه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی سکوت مطلق، و اولین کسی که میاد حرف میزنه بیش از 24 ساعت بعده که میگه پاکستانی ها زدن. کمپین فعالان بلوچ، اسم و مشخصات 10 نفر کشته شده تیراندازی ماموران سپاه رو نوشته که یکیشون 17 سالش بود. اسم و مشخصات 5 زخمی هم هست. اینا از انبوه مردمانی هستن که به دلیل خشک شدن دریاچه هامون و قطع شدن آب رودخانه هیرمند در 3 دهه گذشته تنها راه کسب درآمدشون شده سوختبری. قبل از خشک شدن هامون و هیرمند دامداری و به ویژه کشاورزی و در منطقه چابهار به ویژه صیادی تو این مناطق رونق داشت. فقط اینو بدونید که 85% سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان قاچاق می شود از دیگر استانهای کشور میاد اونجا، مثل اصفهان، مثل تهران، با استفاده از برنامه جعلی میاد تو استان سیستان بلوچستان. یعنی قاچاق سوخت در کشور با استفاده از چند عدد گالون 20 لیتری و آن هم توسط مردم بومی سیستان و بلوچستان انجام نمی شود، بلکه سیستان و بلوچستان تنها یکی از کانالهای انتقال سوخت قاچاق است. واقعیت این است که قاچاق سوخت در این استان در سلطه باندهای مافیایی خاصی است و امکان این که یک شهروند خودرویی را کرایه کند و سوخت به آن طرف مرز ببرد نیست. در سراوان بیش از 60,000 مرزنشین در شعاع 20 کیلومتری مرز زندگی می کنند که برخی به دلیل نبود منبع درآمد اقدام به کارهای کاذب از جمله فروش و قاچاق سوخت دست می زنند. درباره سوختبری در شرق ایران، به ویژه جنوب شرقی ایران، سیستان و بلوچستان، و کولبری در شمال غربی ایران، کردستان و به طور کلی منطقه شمال غربی ایران، برنامه مستقلی حتما خواهیم داشت. مردم در بقیه استانهای ایران چقدر توان و فرصت دارن و چقدر حس هنوز توشون مونده که ابراز همدردی کنن با خانواده جانباختگان زحمتکش بلوچ و اعتراض کنن به این وحشیگری؟
تو خود استان سیستان و بلوچستان نوع اعتصاب سراسری خودجوش هست و هر روز همچنان خبرهای درگیری بین مزدوران و حکومت با مردم میرسد و هر روز همچنان خبر از کشته شدن یک بلوچ دیگر، یک زحمتکش دیگر، یک سوخت‌رسان دیگر، یکی از اعضای خانواده. چهارشنبه خبر رسید که یک نوجوان 13 ساله با گلوله مستقیم پاسداران کشته شده. میگم یک جمع‌بندی باید کرد از جزئیات این جنایت و دلایلش و سبب سازان این جنایت که در برنامه آینده سعی میکنم که به همین موضوع بپردازم. تسخیر فرمانداری ها و پایگاه های سپاه به دست مردم به جان آمده این استان همچنان کم و بیش جریان داره. بستن راه های ارتباطی برای جلوگیری از انتقال نیروهای حکومتی به مناطق درگیر، اینا خبرهایی است که همچنان داره میرسه. علت فقر مردم، جلوگیری حکومت از نون در آوردنشون در تنها راهی که براشون مونده، سوخت بری به اون بر مرز. همه میدونیم که قاچاقچی های سوخت مثل قاچاقچی های مواد، این مردمی نیستن که پاسدارا میکشنشون. این مردم ناچارن برای مافیاهای کار کنن که سوخت بهشون میدن برن اون بر مرز تحویل بدن، برگردن یه پول بگیرن. این عکسایی که دارین میبینین عده از کشته شده های روز دوشنبه است در سراوان. حکومت علیه کی اسلحه میکشه؟ راحت رگبار میبنده رو مردم بدبخت، مردمی که دیگه حتی آرزویی ندارن جز زنده موندن.